واحد تولیدی شترمرغ. در خدمت جناب آقای صاحب دل هستیم، یکی از کارآفرینان منطقه شهرستان فردوس. خب منطقه مستعده، منطقه از لحاظ شرایط آب و هوایی مستعده، پرنده مستعده، کار هست، میشه ازش تولید کرد، بهره‌وری خوبی داره، سودآوری خوبی داره. فقط مسئولین محترم خاطر بعضی مجوزها، بعضی مشکلاتی که تولید کننده ها دارن خود راه بیان. خب بزرگوارم، ما الان بازار این کار هم فراهم هست و فقط بحثی که میمونه مشکل فکر کنم کشتارگاه باشه. برای این هزینه حمل و نقل خیلی برای این بزرگواران سنگین در میاد. یه کشتارگاهی تو این منطقه انشالله راه بیفته و این شترمرغ رو همینجا ذبح بشه، همینجا بسته بندی بشه و همینجا به بازارهای مختلفی که توی این منطقه خودمون هم هست، مثل مشهد، بیرجن، کرمان، یزد، اصفهان، همینجا صادر بشه. ما از مسئولین فقط یک درخواست داریم، اونم من خودم چون نیاز دارم نظرم رو گسترش بدم. من یک تازه من پایین دست نظرم خریدم برای گسترش، برای گسترش، برای چند وقت دارم درخواست میدم و هنوز جواب ما ندادم، چون میخوام افزایش بدم چون سودآوری داره. اینا جوجه های 3 ماهه‌شون هستن، جوجه های 4 ماهه‌شون اون قسمت دیگه هست و جوجه های 5 ماهه‌شون هم اون قفسه دیگه وجود داره. خب این جوجه های شترمرغ هم که میبینین تو همین واحد تولید خودشون جوجه کشی میشن و سیکل کامل جوجه کشی و پرورش و به قول معروف بحث مولد شترمرغ هم همینجا کاراش انجام میشه. این جوجه 3-4 روزه‌ای هست که اینجا الان هست. اینا ماشین جوجه کشی تخمهای شترمرغ هست و فکر کنم تعدادش هم که 130 تا تخم هست که در یک دوره چند روزه 42 روزه، در یک دوره 42 روزه 130 تا تخم، 130 تا تخم تقریبا میشه، اگر اینا رو خواسته باشیم بفروشیم میشه تقریبا حدود 5 تا شاخ شما میتونید از این تخم این جوجه ها هم، حالا حتی این تخمهایی که بدون نطفه هست، بالاخره برای وسایل تزئینی استفاده میشه، روش حالا نقاشی میشه و یه تزئینی میشه، برای فروشش حتی اقدام میشه. درختای اناری که اینجا مشاهده میکنین متاسفانه بر اثر سرمازدگی که چند ماه قبل رخ داد و باعث خشک شدن درختان زیادی در منطقه ما شد. یکی از عمده محصولات شهرستان فردوس انار هست. متاسفانه طی چند ماه گذشته این انار دچار سرمازدگی شد و 80% از باغات شهرستان را از بین برد و منبع درآمد تعداد زیادی از کشاورزان هم قطع شد. لازم هست مسئولین محترم جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه با آفاتی که این درخت گریبانگیرش هست، مثل کرم خراته و سوسک سرشاخی خار، یه چاره اساسی بیاندیشن و مدیران محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی هم نسبت به ایجاد شغل‌های جایگزین برای کشاورزان عزیزمون چاره جویی بکنن. یکی از برنامه‌های ویژه‌ای که توی بحث مشاغل خانگی میتونیم بهش بپردازیم، بحث فعال کردن کارگاه‌های خانگی تولید شیرینی‌های سنتی هست. ظرفیت خوبی در این زمینه در شهرستان فردوس وجود داره و بانوان هنرمندی در این زمینه فعالیت دارن میکنن. میتونیم فرهای 8 سینی و 10 سینی در اختیار اینا قرار بدیم تا راندمان تولیدشون بره بالا و بتونن در نهایت تعداد زیادی از مشتریاشون رو پاسخگو باشن. خوشبختانه مؤسسه امام علی علیه السلام در این زمینه وارد شده و تونسته گام‌های بزرگی رو تو این مقوله برداره. ما نیاز به حمایت مسئولین داریم، این قضیه رو بیان توی شهرستان فعالترش بکنن و تعداد مشاغل خانگی بیشتری رو در زمینه بحث شیرینی‌های سنتی که طرفداران زیادی رو نه تنها در شهرستان فردوس بلکه شهرستان‌های مثل مشهد و تهران و جای مختلف کشورمون داره.